در جلسه قبل با هم دیگه بلاگ رو کد کردیم. امروز میخوایم با هم صفحه داخلی مطلب رو استایل کنیم که شامل دو بخش میشه، یکی بخش مطلب و دیگری بخش نظرات. چون از دو تا اکستنشن متفاوت استفاده شده، مطلب K2 و کامنت ها از جی کامنت استفاده شده، من این رو توی دو تا جلسه توضیح میدم. خب ابتدا خود مطلب رو با هم دیگه شروع میکنیم. اگر دقت کنید هدر مطلب ما با هدر بلاگ یکیه، برابری میتونیم از همون کلاس ها و استایل ها استفاده کنیم. خب به محیط جمله میریم، تمپلیتز، جمله تم، HTML، کامکی2، بلاگ و item.php. خب من همون کلاس هایی رو که اینجا ایجاد کردم اونجا هم ایجاد میکنم. کتاب آیتم که داخلش تایتل و کاتگوری هست. کات میکنم، میام بالا، بعدی ما این قسمت سایت، که از کلاس آیتم اینفو استفاده کردیم. شامل نویسنده و تاریخ ایجاد و تگ ها. خب ریفرش میکنم، یک سری چیزا اضافه داریم مثل اندازه قلم، پست الکترونیکی، اضافه کردن دیدگاه، ریتینگ، توییت و اینها. خب به تنظیمات کاتگوری برمیگردیم. ورزشی رو من باز میکنم. آیتم ویو آپشن. خب فیچر رو نمیخوایم، آثار رو میخوایم، اینها رو نمیخوایم، ایمیج رو میخوایم ولی به صورت ایکس لارج. اگر دقت کنید عرض ما رو نگرفته. ایمیج کپشن رو نمیخوایم، اینطور تک فول تکس رو میخوایم، اکسترا فیلد رو نمیخوایم، مودیفای هیت نمیخوایم، کاتگوری و تگ رو میخوایم، میدیا کپشن، ایمیج گالری، آیتم نویگیشن نمیخوایم، بقیه رو دیگه کلن نمیخوایم. خب ذخیره میکنم. باز
یک سری چیزا اضافه داریم، مثل منتشر شده. اگه یادتون باشه اون دفعه کاتگوری رو هم بردیم بالا، دفعه هم همین کار رو میکنیم. پابلیشت این رو برمیداریم. بعد این قسمت نوشته شده توسط رو برمیداریم. و اگه یادتون باشه آیکون براش گذاشتیم. تایم رو هم فرمتش رو تغییر میدیم به LC3 و آیکون براش میذاریم. تگ هم برچسب هاش رو حذف میکنیم. و آیکونش رو براش قرار میدیم. رفرش میکنم. خیلی خوب، تقریبا آماده است. من اون استایل رو ابتدا کپی کنم. Start single item خب اینجا ما کلاس صفحمون آیدیش آیتم کی تو کانتینر هست، ولی کلاسش آیتم ویو. بنابراین ما اینجا آیتم لیست ویو رو آیتم ویو تغییر میدیم. دیگه ما اینجا آیتم لیست لیدین و آیتم کانتینر نداریم. مورد دیگه هست که کلاس اینها تغییر کرده، من کت آیتم کتگوری نیست دیگه. نگاه میکنیم کلاسش رو، آیتم کتگوری عوض میکنیم. اینجا هم دیگه کت آیتم تایتل نیست، آیتم تایتله. خب اینجا هم کت آیتم دیت کرییتد نیست، آیتم دیت کرییتد. باز آیتم تگ بلاگ رو جای کت آیتم تگ بلاگ جایگزین میکنیم و ریفرش میکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. خب فقط اینجا تغییر کرد، به این دلیل که ما دیگه اینجا لینک نداریم آیتم تایتل. برای این استایلش رو به اینجا کپی میکنیم و تگ ایش رو برمیداریم. ریفرش میکنیم، نتیجه رو نگاه میکنیم. اوکی، خب تصویر رو هم اصلاح میکنیم.
اوکی باید میمونه آیتم فول تکست و تک های پی. سایز کالر و لاین هیتشون رو بند می‌داریم. سایز 16 پیکسل. و لاین هیت مورد بعدی دیگه نداریم. خب بخش آیتم K2 تموم شد. توی جلسه بعد اینها رو برای شما توضیح میدیم، یعنی بخش کامنت رو.